صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمم، سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء. السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس، وعلى أختك الحوراء زينب، وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چسون روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین، بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنت الله على اعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام عليك يا بقيه الله، اشهد انك حي لا تموت حتى تبطل الجبت و طاغوت ارز. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما حسینیان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید اوقات ایام به کام همه شما بوده باشد. با برنامه تکیه بین الحرمین از برج مجمع رسانه امام حسین علیه السلام، کربلا خیابان قبله، در خدمت همه شما عزیزان حسینی هستیم و امید داریم که به همین زودی های زود قسمت و روزی همه شما شود زیارت آقا ابی عبدالله روح الله الفدا از نزدیک در کربلا و حائر حسینی صلوات الله علیه. موضوع بحث ما در این ایامی که سپری شد راجع به شعری است که حضرت سید الشهدا روح الله الفدا وقتی که سوار بر مرکب شدند و عازم نبرد با لشکر کوف شدن خواندند، و این اشعار منسوب است به حضرت سید الشهدا. وقتی عرض میکنیم منسوب است، اهل دقت میدانند که یعنی بعضی آنها را از سید الشهدا روح الله الفدا میدانند و بعضی نقل نکردند. مورد اختلاف بزرگان ارباب مقاتل و نقل تاریخ و حدیث است. به هر عنوان منسوب است به سید الشهدا صلوات الله علیه. عزیزان اهل حدیث و اهل دقت در روایات، کسانی که با علوم آل الله آشنا هستند، این نکته را می دانند که درایت مطالب، درایت حدیث نزد شیعیان امیر عوالم امیر المؤمنین روحی له الفدا بسیار حائز اهمیت است. بلکه درایت روایت، دانستن مفهوم روایت، فهم کلام حضرات آل الله غلبه می کند بر بعضی از موارد در سلسله سند. یعنی شیعه مفاهیم را می شناسد و به صرف شنیدن روایت و متن روایت می یابد که این روایت از حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین صادر شده است یا نه، و قرائن دیگر را مورد نظر قرار می دهد که روایات صحیح دیگر است یا آیات باهرات کلام الله مجید. این یک مطلب فنی بود برای اهل دقت عرض کردم. لذلك اگر شنیدید جایی کسی روایتی را تضعیف میکند یا تصحیح میکند یا از این گونه امور و خدشه در سلسله سند وارد میکند، این مرام اهل خلاف است. بیشتر اهل حق، اهل تشیع، اهل نورانیت، اهل ولایت در درایت احادیث دقت بیشتری دارند و فهم کلمات حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین.
بودن در بزرگان اجله علما، کسانی که علما راستین وادی تشیع بودند، حضراتی که بزرگانی که وقتی سیاق روایت را نزد آنها می بردی یا برای آنها می خواندی بدون اینکه بگویی از کدام یک از معصومین است، آن بزرگوار می گفت و می دانست که این روایت از کدام یک از حضرات معصومین صادر شده است، حتی اگر لفظ آن روایت را نشنیده بوده است، حتی اگر الفاظ نورانی آن روایت را مطالعه نکرده باشد، می دانست و می گفت که این روایت مثلا از حضرت ابوالحسن سلطان سریر رضا، آقا ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و تناس، یا از موسی بن جعفر صلوات الله علیه است، یا از حضرت صادق مصدق سلام الله علیه. چرا؟ چون با سیاق کلام حضرت آشنا بود، انقدر خوانده بود، انقدر دانسته بود، انقدر می فهمید که از سیاق کلام، از عبارات و الفاظ معلوم و مکشوف می شد برای او که این کلام، کلام کدام یک از بزرگواران از ائمه صلوات الله علیه مجمعین. غرض این که وقتی عرض می کنیم منسوب است به حضرت شهدا، متن و مفهوم آن را می بینیم مغایرت با آیات و روایات دیگر ندارد، لذلک در پذیرش آن سختی نمی کنیم، خاصه در امور اعتقادیه. گفتم این مطلب را باید خدمت شما عزیزان عرض کنم تا باشد و بدانیم که این اتفاقات بسیار پلید و نحسی که آخر زمان افتاده است و در انکار فضائل حضرات آل الله کسانی دشمنوار وارد شدند و کسانی دشمن با لباس دوست وارد شدند و کسانی که دوست هستند و مدعیان هستند ولی از کج فهمی برخوردار شدند، مع الاسف شدید دستخوش نظرات وهابیت شدند. بله، سختی آخر زمان همین است که دستخوش بعضی از مطالب از فرق دیگر شده اند و در قبول فضائل، در قبول روایات، در قبول بعضی از مطالب خاص سختی می کنند، به این جهات که اینها تمام از خطرهای آخر زمان است. شاید به نگاه عمده مردمان، کسانی که نگاه امروزی و دنیایی دارند، کسانی که بیرون از دایره محبت و ولایت حضرات آل الله هستند، عذابهایی مثل زلزله، سیل، عذابهای طبیعی، اینها بسیار بسیار مخوف باشد، بسیار بسیار دردآور، رنجآور باشد. ولی اگر نگاه دقیق کنیم، مسائلی که اعتقادات را به تزلزل در می آورد بسیار خطرناکتر است. شبهاتی که اعتقادات را هدف می گیرد بسیار خطرناکتر است. از جهات مادی مسئله نیز اگر بنگری، حادثه برهی از زمان را دربر می گیرد، حادثه افراد مختصری را دربر می گیرد، ولی کجی در اعتقادات، نفوذ اعتقادات غلط در عقاید حقی شیعه باعث می شود امتی از بین بروند، جیلی از بین بروند، پشت در پشت افرادی از بین بروند، و این خطر به مراتب مهمتر و خطرناکتر و بیشتر باید رعایت و دقت در آن داشته باشیم. کلمات مطالب در جلسه قبل به اینجا رسید که سید الشهدا روح الفدا کسانی که مقابل او صف کشیده اند و عزم کرده اند به قتل حضرتش، چون دیگر در آن لحظات تقریبا حجت تمام تمام شده است. تمام تمام. چرا عرض می کنم تقریبا؟ چون پس از شهادت حضرت علی اصغر صلوات الله علیه باز سید الشهدا احتجاجاتی کردند، باز مطالبی فرمودن، باز بعضی از اشخاص را مشافهتن مباشرتن نصیحت کردن، کسانی که وارد شدن که قاتل خود سید الشهدا روح الله الفدا باشند در آن لحظات آخر، و سید الشهدا آنها را تحذیر داده است، زنهار به آنها زده است، و آنها صرف نظر کردند و سعادتمند از این دنیای فانی رفتند در حمایت و عبارت بهتر عرض کنم نصرت سید الشهدا روحی له الفدا. خب باز میبینیم حضرتش احتجاجاتی داشتن، لذلك عرض میکنم تقریبا حجت تمام بوده است، بلکه نظر بسیاری از بزرگان بر این است که وقتی حضرتش حلم ناصر را که اثبات کردیم این عبارت از سید الشهدا روحی له الفدا در این سرزمین مقدس
نه فقط یک مرتبه بارها صادر شده است، با همین الفاظ و مطالبش موجود است. کسانی که میخواهند تحقیقا مطالب را ببینند مراجعه کنند. عناوین موجود است در بسترهای مجازی و مورد استفاده خود و دیگران قرار بدهند. حضرتش این عبارت را به کار بردن، هل من ناصر ینصرنی، عبارتی است که امیر عوالم امیر المؤمنین روحی له الفدا نیز به کار بردن، خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله در بعضی از جنگ ها به کار بردن با عبارات مختلفه مضمون واحده. به هر عنوان آنچه که متفق است بین همگان هل من معینی را که سید الشهدا فرموده است، هل من معین یعیننا، آیا کسی هست که ما را اعانت کند، کمک کند، یاری کند، آیا کسی هست دفاع از حرم آل رسول کند، و عبارات مختلفه. بعضی از علما، بزرگان علما نظر بر این دارند که حجت اینجا تمام شده است. هر که لبیک گفت و در استعانت سید الشهدا در نصرت آقا ابی عبدالله آمد، اهل نجات است، و هر که سر باز زد از این امر مهم، اهل درک اسفل سافلین است. چه دانسته باشد چه ندانسته باشد. چرا؟ چون وقتی که حجت کامل می شود، حجت باهره می شود، حجت بالغه می شود، به نهایت بلوغش، به نهایت ابتهارش، به نهایت ظهورش، دیگر جای سخن برای کسی نمی ماند، چون حجت قاطعه عذر است. گفته اند، گفته ایم، دانسته اید، الحمدلله. حجت قاطعه عذر است، کسی را دیگر عذری نیست. وقتی که معجزه انبیاء سلف سلام الله علیه مجمعین باهره می شد، دیگر کسی نمی توانست عذری بیاورد. اگر کسی در ارتداد می آمد، در مقابله می آمد، در مجاهده می آمد، او اهل نار می شد. شیوه روش مشیت الهی چنین بوده است، چنین هم خواهد ماند. بدانید کسانی که حجت بر آنها تمام شده است، اگر تمرد از ولی الله کنند، تکلیف آنها چه خواهد شد. آنجا سید الشهدا تبیین کردند، تصریح کردند، فرمودند که این قوم کافرند. حتی اگر داعیه توحید داشته باشند، این توحید به کار آنها نمیاد. این توحید، توحید مریضی است. توحیدی که ولی الهی در آن نباشد، توحیدی است که به قهقرا میبرد انسان را. توحیدی است که به مراتب از کفر بدتر است. بدتر است. شاید برای بعضی این مطلب سنگین بیاید، به همان حکمی که نفاق از شرک بدتر است. این که معلوم است. نفاق از شرک بدتر است، نفاق از کفر بدتر است. چرا که تکلیف انسان با کافر مشخص است، تکلیف انسان با مشرک مشخص است، ولی تکلیف جامعه مسلمین با منافق است که مشخص نیست. منافق به مرات و به کرات به شدت بیشتری ضرباتی وارد می کند به پیکره اسلام، به پیکره جامعه مسلمین، و این مسئله بسیار معلوم و مکشوف است بر هر کسی که اهل دقت و فهم است. سید الشهدا روحی له الفدا فرمودن این قوم کافر هستند. اینجا که این مطلب را عرض کردم، خوب است بدانید که رسیده است به تسدید، رسیده است به کلمات حضرات آل الله صلوات الله علیه و علماء مبرز که راجع به آن دو نفر، آن کسانی که حق صدیقه طاهر صلوات الله علیه را غصب کردند، اولی و دومی، لفظ منافق را بیشتر به کار برید، چون اینها به زبان اقرار می کردند، قلب آنها بود که پر از خبائث و رجائس بود. ببینیم میان بر کسی قدام به حرم بیم مدد نخواهد زد، بدون واسطه دم از اهل نخواهد زد، جدای جدای کوی رضا شد، چه این امام رعوف سینه هدی دست را نخواهد زد. یا امام رضا داور دنیا و دین، دارای
کاشف راز قدر دانای اسرار قضا نور طور ظلمنم فرزند موسی بلحسن سبت احمد شبل هیدر زامن آهو رضا. صلوات الله علیک یا مولا یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. در آستانه ولادت حضرتش قرار داریم. انشاءالله که حضرتش نظر عنایت به همه ما و شما داشته باشند و از خزائن غیب ما را مهمان کنند بر سر سفره نعم الهی، نعم معنویه و نعم مادیه. حتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم دنیای خوب و هم آخرت خوب حضرتش کرم کنند، رؤوف الائمه به همه ما انشاءالله. خب مطلب کجاست؟ تصریح به کفر دشمنان. دیدیم در همین اشعار در ابیات بعدش حضرت سید الشهدا روحی له الفدا ابی عبدالله صلوات الله علیه اشاره به مطلب مهمی میکنند و آن این است که وقتی پدرم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امیر عوالم روحی له الفدا نماز به قبله میخوانده است، هم قبله اول و هم قبله ثانی که کعبه باشد قبله فعلی، کسانی که شما اتباع آنها میکنید سرگرم پرستش لات و عزا بودند، بت پرست بودند. وقتی که آنها بت پرست بودند پدرم امیرالمؤمنین صاحب نماز بوده است. حقیقت نماز است امیرالمؤمنین روحی له الفدا. و ابی عبدالله تصریح به این مسئله میکنند، اولین مردی که در این عالم به رسول خدا صلی الله علیه و آله اقتدا کرد و نماز را اقامه کرد امیرالمؤمنین روحی له الفدا است و اولاد معصومین او حضرات تمام در اقامه نماز هستند. و پیشترها عرض کرده این فرق است بین اقامه نماز و قرائت. ما در اتباعیم، ما مأمومیم، ما اتباع امام میکنیم ولی او نماز را اقامه میکند. به لفظ دقیق عرض میکنم هر کسی که نماز میخواند در نگاه تشریع او را قائم به نماز میخوانند، اقامه نماز میکنند، قد قامت الصلاه میگویند. به نگاه دقی عرض میکنم فرق است بین اقامه امام و آنچه که مأموم از نماز اتباع امام میکند، پیروی از امام میکند. اینها گذشته است و اشاره کردم. حضرت سیدالشهدا روحی له الفدا به این مطلب مهم در این سرزمین که همه کسانی که مقابل او ایستادن از اتباع سقیفه بنی ساعدن لعنت الله علیه مجمعین، کسانی هستند که دنبال رو متخلفین سلاسند. مقابل اینها ابی عبدالله از فضائل پدرش امیر عوالم امیر المؤمنین روحی له الفدا میگوید. باشد برای کسانی که گاهن میشنویم گوشه و کنار که فضائل اهل بیت را نباید گفت، اگر چنین بود حضرات عمل نمی کردن به حضرت سجاد زین العباد صلوات الله علیه در مسجد اموی فضائل امیر المؤمن روحی له الفدا را می گوید. چه کسی این مطلب را به گوش شما آویخته است و فرو کرده است و حقنه کرده است در اعتقادات حقیش که فضائل اهل بیت را نگویید؟ شاید کسی تحملشن. این طوری نیست آقا. مردمان تشنه شنیدن فضائل امیر المؤمن روحی له الفدا. تو بلد نیستی بگویی یک مطلب دیگر است، تو آداب گفتن فضائل نمیدانی مطلب دیگر است. این که بخواهی دیگران را هم ساکت کنی از نشر فضائل امیر المؤمنین که همان است که قرآن به تو خطاب کرده است، منع خیر میکنی. خب حضرت سیدالشهدا اشاره کن لات و عزا. لات، عزا، منات سه بتی بودن بسیار مشهور در جزیره العرب بیرون مکه. راجع به لات گفتن بتی بوده است مکعب مربع بیرون از مکه که این را اعراب جاهلی بتی می دانستند که آنها را استعانت و کمک می کند در جنگ ها و قدرت به ایشان می دهند، یعنی منبع و مصدر قدرت می دانستند. لات را، عزا را بوتی می دانستن، آن هم بیرون مکه بود،
بوتی میدانستن که راجع به نعم باران و امور این گونه به آنها مدد می کند و کمک به آنها می کند. یعنی نعم خود را، نعمتهای خود را از عزا طلب می کردند و قربانی ها می بردند. در بین تمام قبائل عرب این سه بت بسیار بسیار معروف، مشهور و قابل احترام غلط بوده است و منات بتی بود که آن هم بیرون مکه بود و راجع به سرنوشت و مقدرات از او استمداد می کردن. می دانستن، گمان می کردن که سرنوشت آنها به وسیله منات است که خب تمام عرب به اینها علاقه داشتند، تمام عرب به اینها، قبائل مختلفه به اینها احترام می گذاشتند و قربانی ها می بردن، بیرون مکه بودن و قرآن آمده است اشاره به همین حقیقت می کند. کسانی که اتباع میکنن لات و عزا را. از منات کمتر سخن به میان آمده است، بیشتر این دوتا را با هم میگویند. هرچه که مقابل وسیله است، هرچه که مقابل صراط است، هرچه که مقابل باب الله است، هرچه که مقابل ولی الله است، هرچه که مقابل کسی است که حق جل و علا گفته است به وسیله او نزد ما بیا، طریق سمت ما اوست، هرچه که باشد بت است. هرچه که در طریق حضرات آل الله هست، نسبت به حضرات آل الله هست، ما را به حق به وسیله صراط مستقیم نزدیک میکنه که امیر عوالم، امیر المومن، روحی له الفداس، آن حق است و حقیقت. این مشخص است برای همه کسانی که با آداب تشیع، آداب نورانیه تشیع آشنا هستند. الحمدلله. دو بت دیگر را ما میشناسیم و آنها جبت و طاغوت است. راجع به این که جبت و طاغوت دو بت فیزیکی و بیرونی یا خارجی باشند، مفسران اختلاف کردند. جبت و طاغوت دو کلمه ای است که در قرآن آمده است، ولی این که وجود خارجی نیز داشته باشند مورد اختلاف بزرگان مفسرین و اهل حدیث است. بعضی گفتند که بله، دو بت خارجی هم بوده است به نام جبت و طاغوت. بعضی گفتن چنین نبوده است و جبت و طاغوت دو مفهومند که اشاره به این دارد کسی از راه خدا بدر شد. جبت را گفتن که بتیست یا مفهومیست که مایه انحراف افراد از راه درست می شود. آن را جبت گفتن که مصادیقی دارد، مثل شیطان رجیم، مثل اهل سقیفه، ائمه کفر. و طاغوت را گفتن بتیست یا مفهومیست که ستمگر و متجاوز است. ستمگر و متجاوز، جبت منحرف کننده، طاغوت ستمگر، که این عبارت دوم آشناست برای همه شما مستمع. هر کسی که ستم کند او را طاغوت می نامند. نگاه در روایات، در زیارات، در ادعیه می کنیم و می بینیم که آن دو نفر را جبت و طاغوت گفتند، صنمه قریش گفتند. تمام آنچه که در رذالت بت‌ها و صنم‌ها جبت و طاغوت، چه در مفهوم چه در وجود خارجی گفتند، می بینیم که در کلمات پاکان و نیکان و بزرگان منطبق بر آن دو نفر شده، اولی و دومی، حتی سامری را، حتی گوساله را. حقیقتی برای ما مکشوف میکند در جلسه بعد انشاءالله. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان، انتشار بدهید هر عزیزی که در توان دارد معارف را. خدمت علی ابن مسترضا علیه آلاف و تحییت و ثنا صلواتی هدیه کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول مخاطري ودمعي ياسينة حراير كربلا حزن الفواطم تدور مضاميري دور نوايب كربلا
ترنب مو جيتي لحن الهضيمه.